کوتاه بیاد، دولت نتانیاهو نباید کوتاه، چون ما میدیم از اون ور گرگ های گرسنه هستن تو خود اسرائیل که میخوان این حکومت آقای نتانیاهو رو بزنن زمین، همونایی که به ایران پرتغال میفروشن. بله چون بله. من خودم تو جنگ بودم، گلوبالیستا، همون گلوبالیستا، نو مارکسیستا، لیبرال دموکرات ها. بله آره، یا حالا چپا، مثلا اون ادود باراک خودش یه نمونه است که آشکارا میگفت که باید بگیریم نمیدونیم بذاریم سینه دیوار به رگبار ببندیم. و چپای اسرائیلی، اصلا من همونقدر از آخوندهای اسرائیلی متنفرم که دولت به عنوان اسرائیل، یهودیت قبل اسرائیل قبول ندارن، میدونید من چی میگم، اون ارتدکس ها دولتی به اسم اسرائیل قبول ندارن، همون آخوندهای یهودی، میگم بابا این چه تزی شما دارید؟ خب همونه که با احمد نژاد دست میدن، دست داده بودن فلان، بله ناتور بهش میگن، ناتوره کارتر هستن که از مجارستان اومدن و به حال یعنی سیونیست رو، جنبش سیونیستی رو قبول ندارن و یک جنبه مهدوی دارند که باید در انتظار بود که موقعش برسه. اگر ممکنه جناب جعفرزاده یک جنبندی بفرمایید درباره چشم‌اندازی که شما دارین کوتاه. چشم انداز بسیار مثبت هست، من مثبت میبینم، به شرطی که کوتاه نیان. دوباره اسرائیل باید با همین شدت حرارت داره میره جلو بره و برای آقای نتانیاهو و جو باید چاره جزی نداره، چون کابینش تقریبا فکر کنم سه چهارمش همه یهودی اصل هستن اگه بخوایم اینجوری حساب برسیم. خب ولی بر ما دیگه الان یه طوری شده که مثلا اون جنرال رام امانوئل دیگه فرق نمیکنه، از این ور میره چی میکنم، بعد اونور دلا میشن تا کمر برای ملکه انگلیس اونور خدمت میکنن. اینه که من این جریان مثبت میبینم، و اما میگم، بازم میگم، این دوست ما نمیدونم برمیگم تو فرانسه بود، اونجا یه یاسین اهوازی هم آورده بودن، بعد اهوازم با هجمی نوشته بود اینا، اون آقای تیمرمن آمده بود، من گفتم آخه چه کاری شما میکنید، شما بین این پیامبر رو رفتید جرجیس انتخاب کردید، این تزی طلبه رو برشد اینا. آقای رحیمی این بحث چیه؟ من با اینا مشکلم، ولی این جور جماعت مردم ایران رو از سوی اپوزیسیون فراری میده، به دامن جمهوری اسلامی سوق میده، باور کنید این خطر هم. من با همون موقع به اینا گفتم چندین سال پیش، شما که وقتی میرید آقا فرض بکنید این تزی طلبه رو میرید دور خودتون جمع میکنید، مردم ایران چه فکر میکنن؟ میگن او اگه اپوزیسیون اینا، آقا هم جمهوری اسلامی باشه بهتره. ببینید برای همین نباید بینا میدون داد. مثلا یکی از کسایی که بیست دامن میزنه خود انگلیسیان، بی بی سی که خود اسرائیل هم همش مدام از عربا میگه، از خسارت که به اسرائیل وارد شد نمیگه، فقط ای وای اونا اینجوری شدن عربا اونجور. همین بی بی سی میاد از تجزیه طلبها چیز میکنه، ولی خودش نمیدون جا از ایرلندیا بگه که زمین اونا رو غصب کرده، از این ویلزیا بگه، یا از اون اسکاتلندیا شدن، از اسکاتلندیا بگه که اینا رو تو انتخابات فریب داده آشکارا. من مدرک میارم که چجوری اسکاتلندی‌ها رو تو انتخابات فریب دادن. باستن اینه، ما باید فریب اینجور افرادم. من همه اینایی که با اینجور بقول آلمانی کنسیشن مارکنسیشن میان، اینا رو باید فاکتور گرفت، فقط در چون در این شرط حساس ما باید دست به دست هم بدیم. فعلا سرنگونی جمهوری اسلامی برام مهمه، اگر کوچیکترین لغزشی با اینجور چیزا که من میدونم عاقبت اینا به کجا خواهد رسید، چون بار اول من نیستم و این جلسات گرفتم، جلسات رسمی از اون ور بگیرینم، شورای ملی بگیرید، پیش از اون مسئله رفراندوم بود، امدم جلسات دیگه این ور، امریکا، جای دیگه، و و و دیگه آدم تجربهش میره بالا، میفهمه چی به چیه. ولی خب خلاصه این که گفتید اینو، من به آقای جو بایدن میشه گفت در همکاری با اسرائیل بیشتر امیدوارم تا با ترامپ، چون ترامپ نمیخواست جمهوری اسلامی بره، چون مطمئنم اون دقایق آخر که بقول یارو پسگردنی رو بهش زدن یه جورای از نظر من ایرانی مثبت بود. چرا؟ چون نمیخواست تو قطر با اینا حرف زده بود، میخواست با آخونده لابیگری بکنه حرف بزنه. بعدتر خودش گفت من با اینا بلافاصله قرارداد میبندم، قرارداد خوب، نه اون قرارداد که جوبای، اگه جوبای این قرارداد ببندد فلان. آقا این نیست، آقای اوباما جایزه سال نوبل گرفت، درسته یا نه؟ قبل از اینکه اصلا کاری انجام داده باشه. آفرین. حالا اینش جالبش اینجاست، جایزه سال نوبل گرفت، بلا فاصله چی شد؟ جنگ شروع شد، به لیبی حمله کرد، به لیبی حمله کرد، قذافی رو کله پا کرد. حالا جو بایدن که اصلا جایزه سال نوبل نگرفته، مطمئن باشید
بهتر حمله خواهد کرد. با سپاس از جناب جعفر